دا چې د افغانستان پاستازولۍ مو د دوحې په غونډه کې ګډون کړی و، هم غوښتل چې دلته د داسې غونډې او د کانفرانس د لارې نه هغه جزئیات او معلومات چې هلته ترلاسه شوي دي د تاسې له لارې نه د خپل ولس او خلکو سره شریک کړو. قسمی که قبلا تشریح شده بود، نشست دوحه حاوی دو موضوع مرتبط به افغانستان بود، اینکه کشورها چه قسم می توانند موانع از سر راه سکتور خصوصی افغانستان را بردارند و این سکتور را حمایت کنند. دوم اینکه مبارزه علیه مواد مخدر که در افغانستان با گونه خوب جریان داره و تا حدی دستاوردها دارن، جزئیات آن اونجا تشریح شد و چالش هایی که مردم افغانستان از این ناحیه به آن مواجه میشن با او مبارزه شد و کشورها در این سهم داشته باشند. زموږ لخوا دواړه موضوعات د جلا جلا پریزنټیشنونو له لارې نه د دوحې په غونډه کې وړاندې شول. د دوحې غونډه دوه ورځې جریان درلود، یوه ورځ د هیوادونو استازو خپلې ویناوې واورولې د موضوع په ارتباط او د افغانستان په ارتباط، په کې د افغانستان موقف هم د افغانستان هیئت له خوا نه ښکاره سو، سیاسي موقف د افغانستان د حکومت او امارت دریزو، د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې وې په هغه کې نغښتل شوې وې. عموما په موقف کې دا راغلي و چې افغانستان له ټولې نړۍ سره د اتصال او د وصل غوښتونکی ده، هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په ښه تعامل کې دي د هغه ستاینه شوې ده، هغه هیوادونه چې لا تعامل ته نه دي راغلي هغو ته دعوت ورکړل شو چې باید تعامل ته راشي. دریمه خبره دا وه چې افغانستان له انزوا څخه وتلی، افغانستان منزوي نه ده، د ګڼو هیوادونو سره خپلې اړیکې لري او د اعتماد وړ یو فضا رامنځته شوې ده. موضوع چهارم جایی بود که امارت اسلامی افغانستان با کشورهایی که رابطه سفارتی داره با گونه خوب تانسته رابطه را مدیریت کنه، بخصوص در عرصه تجارت و ترانزیت و داد و گرفت که برای افغانستان هم مهم است و برای کشورها هم مهم است. در کنفرانس ارائه معلومات همه جانبه در مورد پیشرفت ها و چالش ها در بخش سکتور خصوصی ارائه گردید. از طرف وزارت محترم تجارت که پریزنتیشن بسیار خوب و مسلکی تهیه شده بود که 15 دقیقه وقت داشت، اونجا با بسیار شکل خوب تشریح شد و کشورها که شرکت کننده ها بودن از ارائه معلومات در بخش سکتور خصوصی اونجا بسیار هم متاثر شدن و هم را زیاد ستودن. همچنان در بخش دومی 15 دقیقه دیگر یک پریزنتیشن دیگری داشتم در مورد مبارزه علیه مواد مخدر که چگونه امارت اسلامی افغانستان حکم ممنوعیت آن را ارائه کرد و چه قسم تانستن و حکم را تطبیق بکنن، دستاوردها چی است، چقدر تانسته می حکم تطبیق شوه، و همچنان مبارزه علیه قاچاق و تولید و تورید و انواع دیگری مواد مخدر که البته مواد مخدر صنعتی است و او چه قسم جلوگیری شده و تعال را پیشرفتا در افغانستان چی است. طبعا مواد مخدر یکی از موضوعات بسیار حساس است، کشورها هم با آن نیاز داشتن معلومات ارائه شد و بعضی خلاهای معلوماتی هم وجود داشت پیش کشورها که او خلاها توسط معلوماتی که ارائه شد مرفوع گردید و طبعا شرکت کننده ها زیاد متاثر شدند. موږ نړۍ ته واضح کړ چې هغوی باید لومړی ټول بشری او انساني موضوعات چې مخامخ د افغانانو له روزمله ژوند سره اړه لري له سیاسي هغو جلا کړي او دا موضوعات د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځي. جای خوشی است که کشورها هین ارائه بیاناتشان پیشرفتها در افغانستان را یک یک پذیرفتند. امنیت، ثبات، اقدامات در بخش تقویت اقتصاد، توانایی حکومت به پرداخت مصارف حکومتداری و همچنان تطبیق پروژه های انکشافی عموم که در دوحه په غونډه کې موږ درک رسیم. اول، نړۍ په افغانستان کې پرمختګونه درک کړي دي او دا منی. دوهم، رامنځته شوي چې
درک رامنځته شوی دی چې هیوادونه باید د فاصلې پر ځای له افغانستان سره نږدې شي، ځکه فاصلې ګټه نه ده کړې، نور باید د نزدېکت لارې چارې ولټول شي. دا درک هلته را حس کېده. دریم دا چې له چالیسونو سره سره افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه لري او د خپل ژوند په برخه کې چاته منتظر نه پاتې کېږي. دا پیغام هم هلته په ډېر ښه ګوند شکل ورسول شو. څلورم داسې تجارتي او بشري موضوعات باید له سیاسي هغو جلا وي. نړیوال هم په دې باندې درک کړی و چې دا مهمه موضوع ده، باید دا جلا شي. پنځم داسې په سیمه ییزه کچه افغانستان د هیوادونو سره د همکارۍ یوه ښه روحیه رامنځته کړې ده او په دې سره موږ توانېدلو چې الحمدلله افغانستان له انزوانه وتلی په تجارتي او مختلفو برخو کې موږ د نږدې او د سیمې د هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره او د نړۍ له مهمو هیوادونو سره د اړیکو په یوه ډېر ښه حالت کې یو. شپږم دا چې د فشارونو او بندیزونو سیاستونه نور نتیجه نه ورکوي او باید رغل د تعامل لاره خلاصه کړي. موږ دا شی په دغه ټول مجلس کې حس کړ. په عموم کې غونډې د افغانستان په ګټه تمامه شوه او بل دا اوسې داسې په راتلونکي کې به بیا څه رقم اقدامات کېږي د ملګرو ملتونو د سازمان پورې اړه لري. خو افغانان چې څه پیغام لري، هغه دا ده چې کومه ناسته، کوم برنامه چې په افغانستان کې د افغانستان په اړه باندې په نړیواله سطح دایریږي او د افغانستان د خلکو استقلال، حاکمیت او هغه ملي ګټې په نظر کې نیول کېږي، افغانستان آماده ده چې په دې کې شرکت وکړي، فعال حضور ولري، خپل موقف څرګند کړي او د نړیوال عمومي غږ سره خپل غږ هماهنګ کړي او ودرېږي او همکار واوسي. تاسو توجه نه ډېره مننه. مردم چقدر به طاقت بود که کاری سرک چی وقت تکمیل میشه؟ اینا چقدر خوبش تکمیل شده؟ مردم میگه ولی اعلام تا گوه یک روز هست شرکت مردم گفا دروغ هست کلا گیده جای شد اینا فرز خدا؟ مگه اینا فرز خدا یک بشنات که پیدر ها جو شده مردم در پیدر ها میده سرک میره اور پیدر ها خاطر جیر شده با خدا چک پیدر ها واسه سنگ فرد شده و همچنان چراغان نصب شده. دیگه چی کنه شوربالی کن؟ اونو نه سرک، اونو ماشین رنگ است، رنگ جور میکنه اونا. این رنگ دیگه بهتری رنگ، رنگ سادان دستا رنگ است که مخصوص سرک است. ای یگان تم بعدا یگان دوستا خودم والا بده یک خانه مردم بدات این مربوط خانه نمیشه، مربوط سرک است. خون شیرین جان مردم مکس گرفتن میاد این سرک ولی میای ها یک پیشنهاد ما شبکه های تلویزیون است که امی دختر تا وقت بود بعد ما دیجا نباشه. دخترها باید مصاحبه نکنه؟ نه دخترها جواز نداره. چرا جواز نداره؟ سلام میگه که دختر در خانه باشه. کم مرد و زن مصاحبه است دیگه؟ نه مصاحبه نیست، در قرآن میگه مصاحبه است. نه قرآن شریف میگه زن ها حق دارن کار کنن، تحصیل کنن، مکتب تحصیل کنن. منگه مخ نداره که یک مرد بیگانه ساشا و گب دیه. این نظر شخصی خودت است. زن غزه خدا هم پیغمبر ما میگه. ما امروز یک شبه کام ما نزدیک شنا رفتم. خودت راضی نیستی که زنا کار کنه دیگه؟ نه، زنا خاطر خانه است. ها خاطر خانه و خاطر اولاد در خانه اولاد تربیت دیگه مرد است به خاطر بیرون از خانه برش پیدا کنه. نظر شخصی تاز گفتم. این نظر ما است که زنا کار کنه باید در قبال مردا و همچنان زحمت بکشه وطن آباد کنیم. وطن آباد هم مرد آباد کنه، زن به خاطر خانه است. پیغمبر میگه، خدا میگه، قرآن شریف قرآن میگه که زن به خاطر خانه است. باید این وطن مردا بسازه. مگه امروز دیدم که شبکه اون میز نزدیکش نرفتم. خان شیرین جان خیزی که پام نگذاریم در گذشته چرا این سرک کار شروع نمیشه تکمیل نمیشه؟ گذشته ما دیگه پیش نادم اتمن گفتم گذشته در خیلی سرک نبوده. زورمنده بود؟ در قصه پارتما آمدن بلا منظر بخواد در کدام کار جور کنن در قصه وطن هم سه سال در امارت اسلامی سرک چندی پروژه ها ویند کار جوری آنها را در این سرک عبدالرب سیاب کلش بود میگم از امی اکس هر کلش بود کلش بودن یک دکتر ابلا در اینجا پایده یک کرزای دکاش کلا گریختن وطن خدا با وطن خود خدمت نمیکنه به داخلش خدمت بکنه. راست میگه. این خداوند شرماندشان رفتن. شرماندشان دو دنیا دو شاد هم خارج هم قبول نکنه. دو وطن خود خدمت کو بیا. شو وقت تا شو وقت داخلش می باشی. تا شو وقت نوکری خارج بکنی.
ها یک پیشنهاد من دریورا یک کم سرعت رقم سرعت نه نمیگه پیشنهاد کی تن میشه راست میگه بخیر باشه ها امر خدمت باشه السلام علیکم و علیکم السلام انجینر صاحب جور است جان جور است الحمدلله شکر فضل خدا افتخار ماست انجینر صاحب تشکر زنده باشه واقعا این سرک شما زیبا ساختین ولا چیزی که وظیفه ما باشه چیزی که از توان ما باشه دریغ نمیکنیم من خودتان میبینید خوب صحیح جور شد انجینر صاحب کار خط کشی سرک چقدر پیش رفته و امروز کدام کارا جریان داره بخیر این کارای دیگه خلاص شده می سنترال لینش اچ لینش اینمی بس استاپش او می یوتر نشه فقط امروز مانده اینمی یک تورش علائم چیز چپ و راست و سیدا و دور خورد از یمانده اینی امروز گریان داره انجینر صاحب اگر این علامات ان شاء الله که کارش تکمیل شوه چقدر حادثات ترافیکی کم بشه بخیر ولا راضی شه بگم حادثات ترافیکی علائم خود به مردم افغانستان تاثیر نمیکنه خود بازم خیلی خوب شده یکم تا که میفهم ازش استفاده کنه یعنی 80-90% حادثات کم میشه ان شاء الله که میگه چراغای ترافیکی هم نصب میشه بخیر دیگه اینجا به نام یک چراغی است که کیتز میگه تو برق داره شو که چراغ موتور سرش میخوره در فاصله 10 متر شانده میشه او اما از هر خط یعنی اف خط از ده اف خط نشانده میشه کارای شما انشالله که امروز و فردا دیگه تکمیل میشه بخیر سبا بخیر تا 10 بجه 11 بجه کار ما تکمیل میشه خلاص میشه انجینر صاحب حتما ده سرک در گذشته هم رفت آمد کردی خودت چگونه بود حالت سرک در گذشته خیلی رفت آمد کردیم یاد ما است این سرک سابق که بود یک 7 متر سرک بود خیلی کم مثلا شلدر جور نبود کپ خراب بود چقوری و کندگی داشت خیلی خراب بود حالی او را با این مقایسه میکنی زمین و آسمان فرق میکنه خیلی بهتر شد همی باور کو اگر ما و شما تلاش کنیم این وطن جنت جور میکنیم بخیر ما پیشترم با یکی گفتم کاش که همی بزرگای ما یک 2-3 نسل پیش امی نیمی اندازه ما زیامت میکشیده نه علیه نتو نمی بودیم یک ذره ما همی علیه در سهولت می بودیم خب ما خود ما که کوشش کنیم که زیامت بکشیم کار کنیم که همین نسل آینده یک ذره در راحت شود زیامت بکشیم برای پرده اینی سرک از مثلا جور شد نه علی جور شد اگه نه اینی بابا 10-15 سال تا 20 سال کار میده با آینده خوب باید داشته باشه باید. خوب کار کنیم به اینی بهتر گپ است اینجا صاحب این رنگ هایی که در اینجا انداخته شده نه رنگ آمیزی شده این رنگ ها چقدر کیفیتش بالا چقدر وقت کار میده در یک لحاظ که این رنگ که هست مثلا این یک سال ما مثلا این را گارانتی میتیم که یک سال اینی هیچ خراب نمیشه در کار کرده شد تا 4 سال کار میده یا مثلا یک هم جش میفره معلوم میشه تا 4 سال کار میده او گارانتیش یک سال است انجینر صاحب این ماشین آلات قیمتی است ارزان است چرا قیمت بود؟ این ماشین با ماشین فرق میکنه همی شرکت ما که است سپه کاکر ما از این ماشین ها زیاد داریم تقریبا 5-6 دانه 7 دانه ماشین داریم متفاوت است قیمتش فرق میکنه ماشین پاکستانی داریم جرمنی داریم چینایی داریم باز موادش هم مثلا مواد امی رنگ است چند کمپانی است با کمپانی فلک برجر رودکس نشنال این چند کمپانی است که این رنگ تولید میکنه خب از این کمپانی هاش باز رنگش از پاکستان است ظرفیتی را دارن شما شرکت شما انجینر صاحب که تمام سرکای کابل میتونن